شاگردای عزیز، دخترها و بچهای بسیار خوب، سلام. خدا کنه که جور و صحتمند باشین. با امید صحتمندی و جانجوری شما درس امروز خود را شروع میکنیم. البته قبل شاگردای عزیز، خدا کنه که درس گذشته را شما مرور کرده باشین و کار خانگیتان هم انجام داده باشین. درس گذشته را یک بار مرور میکنیم. البته درس گذشته ما و شما چی بود؟ به یاد دارین؟ بله، منشور. منشور جسم شفافی است که دارای چند وجه یا معمولا دارای 3 وجه می باشه. منشور نور آفتاب به 7 رنگ تجزیه میکنه که عبارت از نور سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش می باشه. علت از اینکه منشور نور آفتاب تجزیه میکنه ای است که وقتی نور آفتاب داخل منشور میشه، انکسار میکنه و انکسار هر رنگ متفاوت است یا شکستگی هر رنگ فرق میکنه، که کمترین انکسار نور سرخ یا کمترین شکستگی در نور سرخ و زیادترین نور بنفش داره، که را به نام زاویه انکسار هم یاد میکنه. رنگ هایی که نور، یعنی امی 7 رنگ، سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش به نام طیف نور آفتاب هم یاد میکنن. این بود درس گذشته شما، که البته موضوعات کار خانگی که بود در تشریح درس گذشته برای شما حل شد. شاگردای عزیز، خوب، درس امروز ما و شما صنف 7 مضمون فیزیک، موضوع عدسیه چیست، صفحات 79 الی 80. اهداف آموزشی که ما در این درس داریم، شاگردان در پایان درس به اهداف ذیل دست می‌یابند: آشنایی با عدسیه و انواع آن، آشنایی با طرز کار عدسیه، کسب توانایی انجام دادن فعالیت با عدسیه، تشخیص عدسیه از یکدیگر بر اساس کار آنها. البته این 4 هدف است که ما در این درس داریم و انشاءالله در پایان درس به هدف خود می‌رسیم. ببینیم عدسیه چیست. آیا تا حالا از دوربین شما استفاده کردین؟ دوربین می تواند اجسام کوچک و دور را نزدیک و بزرگ نشان بده. وسایلی که تقریبا به این صورت عمل می نمایند بسیار زیاد است، مانند تلسکوپ، میکروسکوپ، ذره‌بین و غیره. تصاویر ذیل می توانید ببینید. ببینید، یک خانم است، دوربین در دستش است، که در دوربین البته از عدسیه چی شده استفاده شده. پیشتر هم گفتیم که دوربین اجسام کوچک و دور بر ما بزرگ و نزدیک نشان میده. و این هم یک خانمی است که کمری عکاسی در دستش است و البته مناظر مقبول و زیبا را عکاسی میکنه، و در کمری عکاسی هم از عدسیه چی شده استفاده به عمل آمد. و این هم یک میکروسکوپ است، میبینین که یک خانم از میکروسکوپ استفاده میکنه و اشیای کوچک توسط از او میبینه، که هم اشیای بسیار کوچک و تا ذره‌بینی را برای ما بزرگ نشان میده. و در هیچ چندین عدسیه در میکروسکوپ به کار رفت. و در اینجا هم شما میبینین که تصویر یک تلسکوپ است، که در تلسکوپ هم از عدسیه استفاده به عمل آمده. چندین عدسیه و حتی از آینه های مستوی هم در تلسکوپ استفاده میشه، که تلسکوپ میتونه اجسام سماوی را یا ستاره ها را متوسط از او ببینیم. و ایده تصویر دیگه شما میبینین که یک چی هست؟ یک ذره‌بین است. ذره‌بین بر شما نشان داد. خب شاگردای عزیز، بخاطر از اینکه شما خوبتر با طرز کار عدسیه آشنا شوین، ما یک فعالیت انجام میدیم. فعالیت چه قسم است؟ یک ذره‌بین مقابل چشمتان قرار داده، توسط آن یک سکه فلزی را از فاصله های مختلف ببینید و در هر فاصله به شکل و نوشته های سکه توجه کنید. ضخامت قسمت وسطی و اطراف ذره‌بین را با انگشتتان لمس نموده، در گروپ های خود به سوالات ذیل جواب تعیین نمایید. ذره‌بین چیست؟ ذره‌بین چه خاصیت دارد؟ این وسایل چگونه می تواند اجسام کوچک را بزرگ نشان دهد؟ خب حال ما و شما فعالیت انجام میدیم و بعد از انجام فعالیت به سوال ها جواب میگیم. شاگردای عزیز، بیشتر در تصویرم شما دیدین
که زربینه دیدین با تصویر آل میبینین که هیچی هست یک زربینه است. یک سکه را میگیریم، یک سکه هست. توسط زربین گفتیم سکه را شما چی کنین؟ ببینین، بخوانین. زیرا دور میکنیم، باز خوب نزدیک میسازیمش، ببینین. وقتی که نزدیک میسازیم نوشته ها بزرگتر میشه، وقتی که دور میکنیم نوشته ها کوچک میشه. صحیح است؟ نوشته وقتی که دور میکنیم در یک فاصله معین البته نوشته ها را کلان میسازه، و وقتی که نزدیک ها میسازیم تغییر میکنه، می کوچک شدن و بزرگ شدن نوشته های سکه چی میشه؟ توسط ذربین تغییر میکنه. وقتی ما فاصله ذربین تغییر میدیم، این هم چی میشه؟ همی اندازه نوشته های سکه هم تغییر میکنه. خوب شاگردای عزیز، حالا ببینین همی ذربین شما توسط دستتان لمس کنین به این شکل. حتمی در مکتب دارین و او را وقتی که ببینین، ببینین از دو طرف مکی را لمس میکنم، این هر دو طرفش یک برآمدگی داره. پس آله میبینیم، خوبی را لمس میکنین، میبینین این هر دو طرف ای از دستیه تو برآمدگی داره، مثل آینه های مهدب و مقرر واره، میبینیم هر دو طرفش برآمدگی داره. پس در اینجا ما میفهمیم که ذربین از یک دستیه ساخته شده و ذربین خاصیتش این است که امی اجسام کوچک بر ما بزرگ نشان میده. اجسام کوچک بزرگ نشان میده. و علت از اینکه چرای خاصیت داره حال میبینیم. بزرگ یا کوچک نشان دادن اجسام اکثرا توسط عدسیه ها صورت میگیره. و ما گفتیم که ذربین از عدسیه تشکیل شده. پس از امو خاطر است که ذربین اجسام بزرگ و کوچک نشان میده. و عدسیه یک جسم شفاف است که مانند منشور قابلیت تغییر مسیر اشعه نور دارد. یعنی نور در عدسیه انکسار میکنه. اگر دو منشوره مطابق شکل، ببینید این دو منشور است، بالای هم دیگر قرار بدیم و بعدا سطوح خارجی از این قسمت هایش چی کنیم؟ تراش کنیم و طور منحنی را بیاریم، شکل یک منحنی را بگیره. از او ما چی به دست میاریم؟ یک عدسیه مهدف. این را به نام چی یاد میکنن؟ عدسیه. و همچنان شما شاگردای عزیز میفهمین عدسیه از دو آینه تشکیل شده. از دو آینه کروی البته. از دو آینه کروی تشکیل شده. آینه هم گفتن میتونیم شیشه. از دو شیشه کروی. به خاطر که شفاف است. از او خاطر وقتی که دو شیشه را با هم یک جا میسازیم، اگر این دو شیشه اردوش یک شیشه مهدب باشه، یک عدسیه مهدب تشکیل میشه. و اگر این دو شیشه کروی ما یک عدسیه، یک آینه شیشه مقعر باشه، این عدسیه که از او تشکیل میشه یک عدسیه مقعر میباشه. که بعدا ما میخوانیم که عدسیه مقعر و مهدب چی است. عدسیه ها مانند منشور میتوانند جهت شعای نوره که به آن وارد میشه تغییر دهند. به همین علت است که اجسام در عقب عدسیه بزرگ و یا کوچک معلوم میشن. چرا بعضی عینک ها اجسام را کوچک و عده دیگری بزرگ نشان میده؟ البته عینک ها اکثرا از عدسیه تشکیل شده، یا عدسیه مقعر میباشه یا عدسیه مهدب. حالا میبینیم که بعضیش کوچک و بعضی ها بزرگ نشان میده. عدسیه ها گفتیم از نظر شکل و خواص دو نوع هست. عدسیه الف عدسیه مهدب که قسمت وسط آن نسبت به اطراف آن ضخیم است، یعنی قسمت داخلش ضخیم است و این قسمتاش نازک است. اشعه نور این عبور از عدسیه انکسار نموده و به هم نزدیک میشه. ببینید در تصویر وقتی یک دسته شعای نور، این شعا ببینید کلش موازی آمده، در تصویر ببینید با هم موازی هستند، هیچ نقطه مشترک بینشان وجود نداره. این شعا با هم موازی و منشور وارد میشن، در منشور انکسار میکنن، بعد از انکسار از منشور در یک نقطه با هم تجمع میکنن که اینمی را به نام محراق عدسیه یاد میکنن. و فاصله اینمی محراق
تا مرکز عدسیه را به نام چیات میکنن؟ فاصله محراقی عدسیه. عدسیه های مهدب سه نوع است. از نظر سطوح خارجی سه نوع میباشن. ببینین عدسیه مهدب الطرفین که یعنی از دو شیشه مهدب ساخته شده باشه و عدسیه مهدب مستوی، یک طرفش یک شیشه مستوی است و یک طرفش هم یک شیشه کروی مهدب، و عدسیه مهدب المقعر که یک طرفش یک شیشه مقعر است و یک طرفش هم یک شیشه مهدب که به نام عدسیه مهدب مقعر یاد میکنن. پس عدسیه مهدب دارای سه نوع میباشن: مهدب الطرفین، مهدب مستوی و مهدب مقعر. خوب بود عدسیه مهدب. حالا میایم سر عدسیه های مقعر. در این نوع عدسیه ها شکلشان بر شما نشان بدم، خودشان برتان نشان بدم. این یک عدسیه مقعر الطرفین است. در این نوع عدسیه ها قسمت وسط آنها نسبت به وسطش، نسبت به اطرافش نازک است و اطرافش زخیم است. این قسمت‌هایش زخیم و وسطش نازک. وقتی یک دسته شعاع نور موازی بالای عدسیه مقعر میتابه، در این شعاع بعد از انکسار از عدسیه از یک دیگه خود دور میشه. وقتی ما این امتداد بتیم، امشاعات امتداد یافته باز در یک نقطه یک دیگر خود قطع میکنن. عدسیه های مقعر از نظر سطوح خارجی سه نوعن: عدسیه مقعر الطرفین که از دو شیشه مقعر تشکیل شده، عدسیه مقعر مستوی، این یک شیشه مستوی است و این هم یک شیشه مقعر، و عدسیه مقعر مهدب که یک شیشه مهدب است و یک شیشه مقعر، از دو چیز تشکیل شده، از دو شیشه که را به نام عدسیه مقعر مهدب یاد میکنن. قسمی که قبلا گفتیم از عدسیه در عینک ها هم استفاده میکنن که باز در درس های بعدی ما و شما چشم های نزدیک بین و دوربین میخوانیم که چطور از عدسیه ها در عینک ها استفاده میکنن. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما و شما. خدا کنه که درس امروز فرا گرفته باشین و یک بار درس براتان به طور خلاصه بیان میکنم. عدسیه جسم شفافی است که از دو شیشه کروی ساخته شده. عدسیه مانند منشور میتونه جهت نوری که به آن وارد میشه تغییر بده. امین علت است که اجسام در عقب عدسیه ها بزرگ و یا کوچک معلوم میشه. وسایلی که از عدسیه در آن استفاده شده عبارت است: کمره عکاسی، دوربین، ذره‌بین، تلسکوپ، میکروسکوپ و عینک می باشه. خوب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز. حالا بر شما کار خانگی میتونم. کار خانگی عدسیه چیست؟ به طور مختصر توضیح دهید. به غیر از اشیایی که در این درس با آن آشنا شدید، وسایل دیگری را نام بگیرید که از عدسیه در آن استفاده به عمل آمده باشد. خداحافظتان شاگردای عزیز. با امید موفقیت های هرچی بیشترتان، کار خانگیتان انجام بتین و درستان بخوانین. تا دیدار بعدی، خداحافظ.